بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل گفته شد که همزه وصل اگر توی خوندن ما توی اون عبارت اول قرار بگیره خونده میشه. خب حالا چی بخونیمش؟ ا بخونیم؟ ا بخونیم؟ یا او بخونیم؟ باید دقت کنید اگر بعد از همزه وصل حرف لام قرار بگیره توی بیشتر موارد معمولاً ا خونده میشه. مثلا المصور یا الذی، بعد از همزه وصل لام قرار گرفته، همزه رو ا میخونیم. اما اگر بعد از همزه وصل حرف لام قرار نگرفته باشه و یه حرف دیگه باشه چجوری بخونیم؟ دقت میکنیم به حرف دوم بعد از همزه وصل که چه حرکتی داره. اگر حرکتش او باشه همزه رو هم او میخونیم. مثلا اشدود، حرف دال حرف دوم بعد از همزه وصل هست، روش ضمه هست، به خاطر همین همزه رو او خوندیم. اما اگر بعد از همزه وصل اولین حرکت او نباشه ما همزه وصل رو به صورت کسره میخونیم. هر حرکتی میخواد باشه باشه ما کسره میخونیم. مثلا اذهب یا اغفر، حرکت بعد از همزه وصل ضمه نبود تو این دوتا مثال، به خاطر همین ما جفتشو کسره خوندیم. این تمرین ها خیلی مهم هستن، حتما تمرین کنید.